پس از این فعالیت باید در واقع گفتمان مردم ایران در خارج از کشور که تأسیسی دارند به مجامع بین المللی در حقیقت گذاشتن روی میز مسئله حقوق بشر است. برای اینکه دولت‌های خارجی مسائل تحریم غیره و ذالک همه منافع اقتصادیشون هست. حتی فشارهایی که فرض کنید دولت آمریکا تو این رابطه میاره خب در رابطه با موشک و غیره ذالک است. در حالی که ما میدانیم کل حکومت ایران با تمام سیاستاش از ابتدا ضد بشر و ضد مردم بوده. ولی تو گویی در وقتی که در مجامع بین المللی و بین دولت‌ها عملا موضوع ایران باید اتم داشته باشد یا نداشته باشد و یا اینکه موشک دوربرد بسازد یا نسازد عملا مسئله حقوق بشر انگار که وجود نداره. و واقعا سپاس از شما آقای نایب هاشم عزیزم که پوشش میکنید این گفتمان مردم ایران رو، مردم ایران رو به در واقع مجامع بین المللی ببرید. مردم ما مهم مسئله شون اتم داشتن و نداشتن نیست، که مخالفن، این که جای خود، ولی مخالفت هستیشون با حکومت اجامر و اوباشی است که در ایران این چنین جنایات رو، خیانت ها و ویرانی ها رو در ایران به مردم تحمیل کرده و روز به روز بیشتر از روز گذشته به دامنه سرکوبش افزایش پیدا کرده. و البته این ناشی از ترس وحشتناکش هست تو این زمینه و اون لرزه مرگی که بر اندام استبداد افتاده. چیزایی که داره پخش میشه خوشبختانه به یمن وجود شبکه‌های اجتماعی در حقیقت بلافاصله انعکاس پیدا میکنه. مثلا فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان یک زنیست در واقع با اون عداوتوار به اصطلاح اسلامی که در ایشان میآید و رسماً در واقع اعلام میکنه علیه در حقوق بین المللی، حق بشر دستور جنایت میداد و اعتراف میکند. و با توجه به فعالیت هایی که در این زمین صورت گرفته غافل از این که همه اینها اسناد مسلم هست برای محاکمه ایشان و سایر کسان. و حتی بعد از این که اگر حتی بعد از این که بتوانند از کشور خارج بشن. شما نظرتون چیه آقای نایب هاشم در این زمینه؟ در مورد تحریم های سیاسی مورد نظرتون هست؟ بله، یعنی در این افراد، بله، به هر حال تحریم های حقوق بشری تحریم ها باید کاملا وجود داشته باشن. ما اگر میگیم مخالف تحریم هستیم، مخالف تحریم اقتصادی هستیم، برای اینکه دودش بیش از همه در چشم زحمتکشان میرود و الان هم شاهد هستیم که چقدر در شرایط بحرانی هستن، میزان بیکاری هایی که هستش و مسئله در واقع اینکه بعضی از اقلام مثل گوشت حذف شده از سفره بسیاری از افراد جامعه و مسئله نظیر این خیلی مقایسه راحتی درآمدی که اینها دارن و قیمت اقلام مختلف در جامعه. ولی که در مورد تحریم های حقوق بشری خب مسلمه که هر اقدام ضد حقوق بشری که توسط هر کس انجام میشه محکوم هست و باید حتما اونها رو مورد باید مجازات بشن، به خاطر اون مثلا مورد تعقیب قرار بگیرن. و خب تحریم هایی که هر کشوری بتونه بذاره در این ارتباط مثبت و باید چنین باشه. حالا بعضی از تحریم ها این که اموال رو مصادره بکنن، اگه این اموال به مردم برگرده خب طبعا قابل قبوله، ولی اگه این اموال به جیب بیگانگان بره خب مسلم اونم مورد قبول ما نیست. بلکه باید در واقع تمام تحریم های حقوق بشری قطعا گسترش پیدا بکنه، برای اینکه کسی نباید بتواند از جنایاتی که صورت گرفته بتونه مسئولیت داشته باشه در قبالش، پدیده که در جمهوری اسلامی متاسفانه وجود داره. و به خاطر همین هستش که پیشنهاد کمیسیون تحقیق مطرح شده در سطح وسیع، که خب مسلم کمیسیون تحقیق یا کمیسیون حقیقت یا قانون شیرین‌آبادی
مطرح کردن، دیگران مطرح کردن. از جانب ما مدافعان حقوق بشر که در ارتباط با ارگان‌های سازمان ملل هستن، موقعی معنی پیدا می‌کنه که بتونه توسط شورای حقوق بشر کمیته تحقیق تشکیل بشه، چنان که در مورد خیلی از کشورها تشکیل شده. یعنی ما در مورد مثلا فرض کنید جنایاتی که در اسرائیل در فلسطین انجام میشه، جنایاتی که در اریتره انجام شده، جنایاتی که در میانمار انجام شده، کره شمالی انجام شده، یعنی در کنار گزارشگرهای ویژه که ما در مورد ایران جاوید رحمان رو داریم، به خاطر جنایات وسیعی که در اون فاصله صورت میگیره، کمیته‌های تحقیقی هم تونسته ارگان شورای حقوق بشر داشته باشه و اونها رو پیگیر کنه. حالا اون دولت چقدر با این کمیته‌های تحقیق همکاری کرده یا نکرده بحث دیگه. بنابراین بحث کمیسیون یا کمیته تحقیق یا حقیقت‌یاب باید صورت بگیره، چون در وهله اول ما در روند دادخواهی که در اون باید حرکت بکنیم، در روند عدالت‌جویی و دادخواهی، مقدمترین مسئله در عدالت انتقالی، اون چیزی که مرسوم هست عبارتش، مهمترین مسئله و بدویترین و اولیترین مسئله حقیقت هست. یعنی اینکه میبینیم که چگونه تو این مقطع سعی کردن که کتمان حقیقت بکنن. شفاف سازی مهمترین مسئله، این مستند سازی که میگیم مهمترین مسئله است. در وهله اول باید همه چی روشن بشه، حالا دیگه در قبال اون روشن شدن چگونه عدالت برقرار میشود، چگونه مجازات صورت میگیرد و چگونه به هر حال تضمین میشود که چنین چیزی تکرار نشود، اون بحثای بعدی است. در وهله اول باید شفاف سازی بشه، تمام این جنایاتی که صورت گرفته دونه به دونه باید مشخص بشه، باید مستند بشه، باید تر بشه. الان میدونید که حالا یک سندی هست، بخشنامه‌ای هست، تا شاید درست باشه شاید درست نباشه، باید این رو هم راستی آزمایی کرد، که آقای سلامی از جمله امضای آقای سلامی هست در پای اون، که گفتن کسانی رو قلمداد کنید از کسانی که کشته شدن که در میان شهر تصادفات رانندگی صورت گرفته. یا آقای بختیاری، پدر پویا بختیاری، در یه مصاحبه‌ای که داره میگه او رو پزشک اون بیمارستانی که در واقع منتقل شده بوده پیکر پویا بختیاری به اونجا، گفته که برخورد سخت، جسم سخت هست به سر او، در حالی که گلوله سر او رو شکافته بوده و اون اونجا فریاد کرد، فریاد زده و نهایتاً تر کرده تا نهایتاً تونستن اون سند، اون در واقع در اون گواهی فوت قید بشه که در اثر گلوله پویا بختیاری فوت کرده. به هر حال کتمان سازی، لاپوشانی هدفی هستش که جمهوری اسلامی به اشکال مختلف داره پیگیری میکنه. یکی این که بگه که اونها، بعضی از اونها رو با فتوشاپ جان باختگان رو لباس بسیجی تنشون کردن، این که از ما بودن. شما میدونید که آقای سانه و در دوره گذشته سعی کردن که بگن بسیجیه، بله، سعی کردن در اون دور گذشته بگن که ایشون بسیجیه و در این دورم سعی میکنن که چنین وانمود کنن. خودشون موارد زیادی هست از پشت گلوله زدن، بگن از پشت گلوله خوردن توسط همراهانشون گلوله خوردن، به هر حال سعی میکنن که کتمان بکنن، لاپوشانی کنن، حقیقت رو بارونه جلوه بدن. و این اولین مسئله هستش که باید کاملا شفاف سازی بشه در این مورد. بلال سانه جالب مورد چند، یعنی 10 سال پیش بود. بله آقای نایب هاشم، چون اسناد و مدارکی که شما دریافت کردید، با توجه به طرح این مسئله که این بار به صورت گسترده تری یک عده رو مأمور فرستاده بودن در بین جمعیت به اصطلاح تظاهر کننده که اونها رو از پشت مورد حمله قرار بدن. نکته جالب این هست، البته نکته در خور تعمق این هست که همین کار رو هشت و شعبی در عراق انجام داده و داره روی این مسئله بررسی میشه در اونجا، و به نظر میرسه که در داخل ایران به طور کاملا سیستماتیک ادعی رو فرستادن و از پشت ما مورد حمله قرار دادن، البته با برنامه و نقشه قبلی، بنا در حقیقت برای ایجاد این ترس که در حقیقت هیچ گونه امنیتی برای تظاهرات مسالمت آمیز نمیتواند وجود داشته باشد. و مشخصه که این، یعنی تردیدی درش نیست که این در
همون به اصطلاح اتاقهای سیاه، پستوهای سیاه حکومت اسلامی تصمیم گرفته شده و اجرا شده، نه به عنوان یه امر اتفاقی بلکه با برنامه ریزی و نقشه دقیق. شما در این زمینه چه اسنادی دریافت کردید؟ خب به هر حال میدونید که این موضوع تازه نیست. از زمان 18 تیر ما شاهد بودیم که چگونه، یعنی بعد از اون نوار مکالمات اونها، مکالمات داخلی اونها از استراحت میگویند که چگونه شما نفوذ بکنید در دل اونها، شعارهای خیلی رادیکالتر هم بدهید و بعدا هدایت بکنید به این شکل یا به اون شکل. این نوارا رو حتما شما هم شنیدید. تیراندازی بکنید از تو. بله از ماموران. به هر حال تمام این برای اینکه جهت یک حرکت رو، خب حرکت کاملا مسالمت آمیز روز جمعه که بعد از اینکه اعلام کردن عملا شهر قفل شده بوده، تمام اتومبیل ها در خیابان ها بودن و خب مردم به هر حال اعتراض مسالمت آمیز رو داشتن، ولی حمله کردن، شیشه های ماشین ها رو شکستن و افراد مشخصی در داخل خودشون سعی کردن که هجوم ببرن به بانک ها، به پمپ بنزین ها. حالا خشم بعضی از افراد هم خب میتونست اینجا یا اونجا باشه، ولیکن برنامه ریزی مشخصی رو اینا همواره در این موارد دارن، چون برد خودشون رو در اعمال خشونت در این روند میدونن. بنابراین اگر بتوانند شرایط رو به وجود بیارن که حرکت خشونت آمیز جلوه داده بشه، یا اینکه به هر حال بتوانند به خشونت بکشونن یه حرکت رو، خب امکانات سرکوب اونها خب قطعا زیاد هست دیگه. بنابراین که همه جور امکان سرکوب رو دارن و مرحله برنامه‌ریزی کردن. بنابراین نه اینکه اعتراض خیابانی مسالمت‌آمیز نمیتواند صورت بگیرد، قطعا میتواند در مقاطع مختلف صورت بگیرد، باید برای اون تلاش کرد و خب سازماندهی کرد و انجام داد، ولی که تنها اعتراض خیابانی تنها راه تغییر وضعیت نیست. ما میتونیم با اعتصابات مختلف و اشکال دیگه مبارزه کار رو پیش ببریم و قاعدتا باید پیش برد تا از نظام کنونی به نظامی دیگر فرا روید و گذر کرد. سپاسگزارم از شما دکتر نایب هاشم عزیزم.